دکتر تغییر زده چهارم آبان هست میگم مرداد ما بله مرداد و پنجمه در آستانه دو حادثه هستیم فرزن فرصت مناسبی است که یک بار دیگه نگاهی بکنیم به کارنامه شادروان محمد رضا شاه پهلوی شاه فقید ایران فرصتی است و فکر می‌کنم که شما به خوبی از عهده این کار بر بیاید و هر چی باشه هم نواقص نظام گذشته رو می‌شناسید هم با دقایق آشنایی دارید هم با ظرافت‌های دیپلماسی در دوره محمد رضا شاه که واقعا ایران از نظر دیپلماسی در اوج در قله ایستاده در قله و تمام جهان مناسبات حسنه داشت همه جا پل زده بود با اتحاد شوروی با نمیدونم با اسرائیل مناسباتش همینطور با کشورهای منطقه خاورمیانه ما مردمان محترمی بودیم خیلی مورد احترام در دنیا سراپا گوشیم حق به شماست آقای مهبدی فردا شب روز سالگرد پادشاه فقید ایرانه و به این مناسبت بد نیست که تاریخ رو ورق کوتاهی بزنیم به بهانه بزرگداشت آخرین پادشاه ایران که تصور من این است تاریخ در مورد حداقل دو دهه انتهای زندگی او از او تجلیل خواهد کرد و کسانی در ایران هستند که همین حالا غبطه می‌خورند چرا 37 سال 38 سال پیش فاجعه‌ای که به اسم انقلاب در ایران رقم خورد و چرا اگر اونها سهمی در این فاجعه داشتند در این فاجعه دخالت کردند پادشاه ایران همونطور که شما گفتید ایران رو به سمت سوی می برد که آرمانی بود اگر واقعا همونطور که خود ایشون هم چند بار به اون اعتراف کرد 5 سال یا اندکی بیشتر وقت پیدا می کرد اون چی که همیشه غبطه می خورد کم داره مملکت ما به جایی می رسید که تخریب کردنش آسون نبود 37 سال پادشاهی او رو و نتایج اون رو 37 ساله که جمهوری اسلامی در حال تخریبه ولی هنوز به تخریب کامل زیرساختای ایران موفق نشده همین چند روز پیش بود که زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی که سابقه زیادی در دولت‌های متعدد جمهوری اسلامی داره سربسته اشاره کرد به نقش بزرگی که پادشاه ایران در حفظ منافع نفتی ایران داشت جدال‌هایی که با قدرت‌های بزرگ می‌کرد پادشاه ایران عاشق توسعه ایران بود شاید بیشتر از هر چیزی رشد ایران به او احساس رضایت می‌داد و هدف او قرار دادن ایران در جمع 5 کشور بزرگ دنیا بود و این اگرچه حالا به نوعی داستان سرایی به نظر میرسه ولی اون زمان واقعا دور از دسترس نبود ایران نزدیک بود به قرار گرفتن در جمع 10 کشور بزرگ دنیا و با توجه به منابع کانی زیرزمینی غنی که ایران داشت حتی با وجود هنوز پیدا نشدن منابع غنی گاز پارس جنوبی با توجه به استعدادهایی که نزد نسل جوان ایران میشد پیدا کرد با توجه به ارزش ذخیره تحصیلی مردم ایران انتظار می‌رفت که با مدیریت او کشور ما در جمع 5 کشور بزرگ دنیا قرار بگیره هم از نظر قدرت و روابط و مناسبات سیاسی و هم از نظر رفاه اقتصادی و توسعه رشد توسعه ایران بالاتر از هر کشور دیگری بود در سال قبل از آغاز آشوب‌های داخلی ایران نفت ایران روزانه 6 میلیون بشکه تولید میشد 20% اون در داخل کشور مصرف میشد و 80% به خارج صادر میشد و منافع ناشی از صادرات ایران رو به یکی از دارندگان بزرگ ذخایر ارزی دنیا تبدیل کرده بود پول ایران که امروز در ردیف بی ارزش ترین پول های دنیاست یکی از 14 پول معتبر دنیا بود در سبد بین المللی پولهای دنیا در هر روستایی در هر گوشه ای از اروپا ریال ایران رو شما قادر بودید به هر ارز دیگری تبدیل بکنید و در منطقه قوی ترین پول بود و اگر حتی نرخ اون رو با ارزهای خارجی میسنجیدید از مارک فرانک سوئیس و دلار آمریکا در کشورهایی مثل عربستان که حاجی ها میرفتن در لبنان که توریست ها میرفتن
قدرت تبدیل بیشتری داشت، بیشتر از حتی ارزش اسمی خودش. اینها دستاوردهایی بود که سالها واقعا طول میکشه تا خاطره اون از ذهن مردم زنده ایران بره. هنوز کسانی که در دوران شاه مثل شاه حاجی شدن، شاید این طنز قضیه است که شاه جز شاید معدود رهبران کشورهای اسلامی بود که باورهای واقعی اسلامی داشت، ولی در نتیجه به اصطلاح انقلاب اسلامی قدرت رو از دست داد. پادشاه ایران ورزش رو دوست داشت، برخلاف اونچه که شایع میکنن به نوشیدن علاقه چندان نداشت، سیگار هر از گاهی میکشید، ولی آدم ورزشکاری بود. سواری رو خیلی دوست داشت، شنا رو خیلی دوست داشت، کشتی رو خیلی دوست داشت و این اواخر میگفتن که به ورزش فوتبال هم حداقل به دلیل علاقه شاهزاده رضا پهلوی او هم علاقمند شده بود. شاید در دوران کودکی دو دوست بیشتر نداشت. شاه یکی از دو دوستش فردوس بود که شاید نمونه خیانت و خباثت بود و بیش از هر کسی به شاه خیانت کرد، و دیگری پسر تیمورتاش که تیمورتاش پدرش جزء خائنین محسوب شد. در دوران بزرگسالی هم دوستان زیادی نداشت. شاید عیادی یکی از نمونه های باقی مانده بود. یکی از نقطه ضعف های شاه ما شاید این بود که به خارجی ها بیشتر از اون حدی که ارزش داشتن بها میداد، یا قدرت اونها رو بیشتر از اون چی که بود در ذهن خودش بزرگ کرده بود. و در ماه های منتهی به انقلاب شاید تقریبا به طور منظم پادشاه ایران با سفرای انگلیس و آقای پارسنز و آقای سالیوان سفیر آمریکا در رابطه بود، و همین ارتباط نزدیک باعث شد که اونها طرحهای خودشون رو برای به خصوص سفیر آمریکا پیشبرد انقلاب به موقع اجرا بگذارن. اقدامی که در اواخر انجام وقتی رنگ حقیقی خمینی رو دیدن و واقف شدن که شاید روی دست خوردن، پشیمان شدن، ولی دیگه کنترل کار از دست همه خارج شده بود. شاه این اواخر خودش رو شاید قربانی توطئه های انگلیس و آمریکا میدید، و در این مورد حداقل در ارتباط با حزب دموکرات آمریکا شاید خیلی راه دور نرفته بود. شاه اگرچه یک سال آخر عمر رو در نتیجه بیماری که داشت در رنج بود، و به خصوص رنج باطنی او از پشت کردن مردم ایران به او بود، یا اون گروهی که به او پشت کردن، عده‌ای که به عنوان و به نام انقلاب در خیابون‌ها به پا خواستن، شاید یک ضربه سخت بود وقتی که پادشاه ایران برای دیدن مردمی که در خیابان تظاهرات می‌کردند با هلیکوپتر به فراز تهران پرواز کرد و مردم تهران رو دید، کسانی که او فکر می‌کرد بهشون خدمت کرده، به اونها با انقلاب سفید دریچه‌های تازه‌ای رو عرضه کرده، به اونها در رشد و توسعه رو نشون داده، به دانشجویان اونها امکانات بهترین تحصیل در بهترین مدارس علمی آموزشی دنیا رو عرضه کرده. ولی حالا در قبال همه این خدمت‌هایی که به اونا کرده بود، می‌دیدید که صدها هزار نفر در خیابان‌ها تظاهرات میکنن، داد میکشن و یا فریاد میکنن که تا ایران کفن، تا شاه کفن نشه، ایران وطن نمیشه. وطن برای کسانی که قصد فروش اون رو داشتن، کسانی که بعدا دریافتن واقعا ایران برای اونها وطن نیست و اونها ملت ایران نیستن. اونها از دید حکومتی که حالا طالب به روی کار آمدنش هستن، انتظار امت داره، انتظار داره که اونها رو در جنگ 8 ساله با عراق قربانی کنه برای اینکه بتونه انقلاب مذهبی خودش رو توسعه بده. هنوز اونها قربانیانی در سوریه، در عراق، در یمن و در لبنان رو از مردم ایران میطلبن. هنوز به دنبال صدور فکر هلال شیعه هستن در منطقه و مردم ایران واقعا در حالتی اسیرن که راه گریز برای اونها بسته است. به هر حال پادشاه ایران با چنین مردمی روبرو بود. اینها هم به هر حال مردم ایران بودند، مردمی که چشم رو بر روی حقیقت بستند، بر روی فردای خودشون بستند و انقلابی رو شکل دادند که امروز ثمره های اون رو میبینند. به هر حال پادشاه ایران با احترام درگذشت و تاریخ یقیناً به او احترام بیشتری خواهد گذاشت.
فردا سالروز درگذشت اوست و با درگذشت او تصور من این است که در امیدهای بسیاری به روی مردم ایران بسته شد. تو چه تک زده؟ یکی از پدیده های دوران محمد رضا شاه پهلوی پدیده یک حفظ آبرو خیلی براشون اهمیت داشت و ترس و وحشت از رسانه های بین المللی که علیه حکومت ایران چیزی ننویستن و اگر چیزی نوشته میشد انتقادی میشد خیلی ایران حساسیت به خرج میداد. این وحشت از ناشی از چی بود؟ چون بعدها اثبات شد مثلا در همین دوره خمینی که این حملات همه جنبه های سیاسی داره و برخی از رسانه هم که به مراکز قدرت وابستگی دارند هدف هایی رو پی میگیرن از تر باره از پرسش ها یا حملاتی که متوجه این حکومت و اون حکومت میکنن. چرا شاه ایران اینقدر نگران آبروی خودش بود و از این بابت وحشت داشت از رسانه های نیرومند مثل لوموند مثلا یا بی بی سی در لندن؟ با شماست. شاید اگر دهه بعد رو شاه شاهد بود و اگر رفتارهای نظیر خمینی رو پادشاه ایران میتونست پیشبینی بکنه و اگر واقعا رفتارهای حتی رهبران کشورهای دیگر منطقه رو در مقابل چشم قرار میداد، این نوع برخورد با قدرت فرضی کشورهای بزرگ خارجی و رسانه های خارجی در ذهن شاه شاید شکل نمی گیره. شاه همونطور که شما میگید نسبت به حتی تیترهای روزنامه های داخلی ایران حساسیت داشت. روزنامه هایی که به قول ایشون با تیتر 36 مسائل منفی رو در ایران بزرگ میکردن و اون رو وسیله کوباندن اون چیزی قرار میدادن که شاه فکر میکرد در کار ساختنشه. دهه 70 دنباله دهه 60 بود و شاید به نوعی روشنفکری نوع غربی، به نوعی لیبرالیزم مد روز بود و روزنامه هایی مثل ساندی تایمز در لندن و یا روزنامه نیویورک تایمز و یا لومون که شما به اون اشاره کردید در بهترین شکل یک برخورد لیبرالی و در بدترین شکل یک برخورد چپی با دولت‌های مابسکار داشتند و شاه برای اونها یک هدف مناسب بود، چرا که حداقل در این مورد به علت پیگیری سیاست‌های مستقل ملی، به علت اصرار شاه در بالا بردن قیمت نفت، به علت اصرار شاه در خریدن جنس با قیمت واقعی، به علت اصرار شاه در ایجاد کردن یک بنیه دفاعی غیر قابل شکست در منطقه، با دولت‌های خودشون همسویی داشتند، دولت‌هایی که قدرت شاه رو بر نمی‌تافتند و این در مورد آمریکا حداقل زمانی که دموکرات‌ها سر کار بودند کاملاً عیان بود. کندی از شاه مطلقاً خوشش نمی‌آمد و آقای کارتر ندانم کاری‌ها، حماقت‌هایی که مرتکب شد و در گوادالوپ اون رو به انتها رسوند باعث شد که ایران واقعا در یک مسیر بدون بازگشت قرار بگیره و شاه فکر میکرد همون توطئه‌ای که باعث شد اروپای شرقی به جرگه کشورهای عضو 15 گانه جمهوری های اتحاد شوروی بپیونده در گوادالوپ، همون توطئه علیه شاه صورت گرفت تا پایان دولت او رو رقم بزنن و این بدبینی ها نزد شاه وجود داشت. البته مقدار زیادی از این بدبینی ها درست بود، ولی مهم این است که آیا واقعا این سوء نظری که آمریکایی ها و انگلیس ها داشتن قادر بود شاه رو از جا بکنه اگر شاه خودش میخواست بمونه یا خیر، و این بها دادن به قدرت اونها زیاد از حد بود یا در همون حد به اعتقاد من بسیار بسیار زیاد از حد بود. ولی این به سرشت پادشاه ایران هم برمیگرده. در روزهای پایانی آقای میبودی که پادشاه ایران در قاهره بود، گفتگوهایی صورت میگیره با یکی از دوستان شهبانوی ایران، فریدون جوادی، با پادشاه ایران و این گفتگوها خیلی گفتگوهای خالصی است. من در قسمت قبلی گفتم پادشاه ایران دوستان خیلی زیادی نداشت، دوستان شاه خیلی معدود بودن هم در دوره نوجوانی و هم در دوران بلوغ. ولی بعد از اینکه پادشاه ایران سومین ازدواجش رو به عمل آورد
شهبانوی ایران ملکه فرح تعدادی از دوستان و خیشان خودش رو به دربار برد، چهره دربار عوض شد و عده‌ای از دوستان دوران نوجوانی جوانی ملکه شدن درباری های تازه و یکی از اینها فریدون جوادی بود که واقعا من شاید دو سفر یا سه سفر داخلی و خارجی هم با او همراه بودم. و فریدون جوادی نه به عنوان دوست پادشاه ایران، به عنوان به هر حال کسی که حالا از اطرافیان پادشاه است و به قولی حلقه درباری است، با پادشاه ایران گفتگوهای خیلی خالصی رو برگزار میکنه، چند جلسه با هم گفتگو میکنن. و در یکی از این گفتگوها جوادی میپرسه از پادشاه ایران که چرا او در برخورد با خمینی رفتاری رو نکرد این بار که در سال 42 کرده بود. و پادشاه ایران میگه که اگر اونها واقعا میخواستن من دست به خشونت و کشتار بزنم، من مرد این کار نبودم، اونها باید به دنبال کسی دیگری میرفتن، من آدم کش نیستم. و جوادی اصرار میکنه که ولی در سال 42 این کار صورت گرفت، در مقابل خمینی استادگی شد و اون بلوا به هم خورد. و پادشاه ایران با نوعی تأسف یا تأثر اصرار میکنه که اون روز هم من این اقدام رو نکردم، علم کرد. و این حرف واقعا درسته، یعنی یه مردی مثل علم وجود داره که نزد شاه میره و از اون میخواد که هیچ اقدامی صورت نده، کنار بنشینه. و اون میره در دفتر نخست وزیری مینشینه، رئیس شهربانی رو میخواد، رئیس سازمان امنیت رو میخواد و به اونها دستور میده که برید بیستید و قائله رو تموم بکنید. و وقتی یکی از اینها کمی سستی نشون میده، در اتاق رو به اون نشون میده و از اون میخواد که از اتاق خارج بشه و اگر تصمیم گرفت که همسو بشه با تصمیمات نخست وزیر برگرده. و به دنبال این قاطعیت که بلوای خمینی در خرداد سال 42 تمام میشه. ولی در سال 57 دیگه علمی در بین نیست و مرد دیگری هم نیست که بتونه این خواسته رو به شاه تحمیل بکنه و از او بخواد که حداقل کنار بنشینه، کنار بیسته. به هر حال کسانی که در دو سال آخر، یک سال و نیم آخر به دولت رسیدن در دوران پادشاهی شاه، از آموزگار تا شریف مامی و شریف مامی تا اساری، اساری تا بختیار، هیچ کدام مرد این میدان نبودن، مرد ایستادگی نبودن و کسانی بودن که دنبال رو بودن و به نوعی تسهیل کردن زمینه ای رو که آدمی مثلا مثل سالیوان میخواست فراهم بشه. سفیر آمریکا در این مورد نقش قاطعی ایفا کرد و در ماهای آخر حتی به قیمت دروغگویی به وزارت خارجه خودش شرایطی فراهم کرد که خمینی به قدرت برسه. و خمینی مردی بود متفاوت باشه، مردی بود که عاشق کشتار بود. در همون روزها و هفته های اول به قدرت رسیدن آشکارا در تلویزیون میگفت که مردم خون میخوان و او بود که وقتی به اصطلاح نماز میخوند برای خدا، بالای سر او روی پشت بام عوامل او اعدام میکردن، یزدی ها محاکمه میکردن و جوخه های اعدامی که فلسطینی ها به ایران فرستاده بودن و همین جوانانی که در کمیته و غیرزالک عضو شده بودن بالای اون پشتبان خون میریختن، اعدام میکردن. در حال پادشاه ایران پادشاه سازندگی بود، شاید یک رهبر سیاسی نبود ولی یک مدیر مدبر بود. و اونچه که در 20 سال آخر حکومتش برای ایران کرد، خاطره او رو در تاریخ ایران جاودان میکنه. آقای تک‌زاده، خب زمانی محمد رضا شاه پهلوی سقوط میکنه که دنیا با جنگ سرد روبرو، اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، یک جنگ سرد گسترده در سطح جهان بین واشنگتن و مسکو در جریان بود. ولی عجیبه که مسکو، واشنگتن، لندن، پاریس، به غیر از آلمان، به غیر از بون که در اون دوره آقای هلموت اشمید بود و رهبران خاورمیانه از جمله ریاض، اینها باز به غیر از قاهره، یعنی آقای انور سادات، همه متفق قول شده بودند در این زمینه و میخواستن شاه رو جاکن بکنن. از همین وقتا تیرانا، شما فکر بکنید در یه دوره یکی از تندروترین نظام های کمونیستی دنیا، یه نوع کمونیسم بدوی مربوط دوره ما قبل تاریخ در اروپا، اونم در تیرانا، با واشنگتن آقای جیمی کارتر هم صدا، هم داستان میشن برای برکندن شاه. چیه؟
در وجود او چی بود که همه این دشمنان با هم همسوگند شدن؟ اگر همسوگند نشدن، هر کدام راه جداگانه خودش رو تیک کرد من اینکه ضربه نهایی رو به شاه ایران وارد کنه و به نظام سیاسی ایران. درست در تقابل با ادعاهایی که عوامل جمهوری اسلامی میکردن که شاه سرسپرده آمریکاست یا سرسپرده انگلیس است، شاه منافع ملی ایران براش مهمتر از هر چیز دیگر بود و هرچی بیشتر قدرت پیدا میکرد در جهت حفظ منافع ملی ایران گامهای بلندتری برمیداشت. اگر با آمریکا ایران مناسبات کاری بسیار نزدیک داشت، اگر با بریتانیا مناسبات کاری بسیار نزدیک داشت، هم آمریکا و هم بریتانیا خودشون رو نیازمند به این توسعه همکاری میدیدن. ولی همزمان وقتی قیمت نفت رو بالا می برد، از این تصمیم شاه راضی نبودن، اون رو در جهت مخالف منافع خودشون می دیدن. اتحاد شوروی در هر حال شاه رو متحد نظامی آمریکا می دید، ولی وقتی ایران دری رو بروی اتحاد شوروی باز می کرد برای توسعه همکاری، نمی تونست این در باز رو ندیده بگیره. از این تصمیم روس‌ها، اتحاد شوروی نیمه راضی بودند، آمریکایی‌ها هم نیمه راضی بودند، بریتانیایی‌ها هم نیمه راضی بودند. اونها به دنبال کسی بودند که بتونن اون رو کنترل بکنن، بتونن زیر بال خودشون نگه دارن. ولی شاه تدریجا به مسیری قدم گذاشته بود که کنترل کردن اون با هیچ وسیله امکان پذیر نبود. در حقیقت ایران یک مدعی قدرت تازه در منطقه شده بود و این مدعی تازه رو هیچ کدام از قدرت‌ها، نه محلی و نه غیر محلی، به قول ادبیات امروز روزنامه‌ای بر نمی‌تافتند. و این بود که ضمن داشتن مناسبات کاری شاه رو نمی‌پسندیدند و روزنامه‌های لیبرالی و رسانه‌های لیبرالی زمان هم شاه رو به علت انضباطی که در کار داشت مورد حمله قرار می‌دادند و مورد انتقاد. البته وضعیت ایران وضعیت مطلوب و دموکراسی کامل نبود، همه این رو میدونیم و شاه هم به اون معترف بود. شاه واقعا پادشاه مشروطه غیر فعال نبود، عملا رئیس دولت بود و رئیس دولت کارگزار او بود. در امور اجرایی شاه مداخله میکرد و این شکل رو هم طبیعتا دموکراسی های غربی تحمل نمیکردن و نمیشد. شما نگاه کنید به نقشه اطراف ایران در زمانی که چپی‌ها و لیبرال‌ها و یا جبهه ملی مدعی حکومت دموکراتیک بودند، کدام یک از کشورهای همسایه ما بخت دموکراسی داشتند؟ و زمانی که مصدق بهانه دموکراسی با رأی مجلس به دولت رسید و بعد مدعی کودتا علیه خودش شد، آیا واقعا این چند ماه یک سالی که او نخست وزیر بود به عنوان یک نخست وزیر دموکرات در ایران حکومت کرد یا روزنامه ها رو بست، مجلس رو بست و اعلام کرد هر کجا که من هستم مجلس هم اونجاست؟ در ایران واقعا امکان این وجود نداشت که ایران تبدیل به یک دموکراسی نوع غربی بشه. و زمانی که این شرایط تدریجا فراهم شد، یعنی در انتهای دهه 70 که هم پادشاه ایران بیمار بود و وقت کمی داشت و باید با عجله این کارها را انجام میداد و هم مصادف شده بود این قضیه با شورش خمینی و اسلامگرایان و با همزمان شده بود با توطئه‌های غرب علیه ایران، بدترین زمان ممکن برای انتقال ایران به یک رژیم دموکراتیک بود و تصمیماتی که شاه گرفت به نوعی زمینه برانداختن حکومت رو فراهم کرد. به این علتی که حتی شاه رو به عنوان یکی از دو رهبر انقلاب به طنز یا به شوخی یا به جدی ازش یاد میکنه. وقتی شاه رو مقایسه میکنیم با رهبران امروز دنیا، تقریبا میشه گفت توی بعضی از زمینه ها یک برجستگی هایی داره که در رهبران امروز نمیتونیم سراغ بگیریم. اولا به چند زبان تسلط کامل داشت، از کم انگلیسی و فرانسه که فوق‌العاده کامل، و سوارکار خوبی بود، اسکیباز خوبی بود، هم در کوه هم روی آب. حضورتی که از کنم خلبان برجسته ای بود، یعنی میتونست هواپیماهای نظامی، جت نظامی رو هدایت بکنه، در عین حال هواپیماهای مسافربری رو هم هدایت کرده و آخرین پروازش هم که از نیویورک به بعد از آمریکای جنوبی به سمت
به سمت قاهره که بیش تقریبا او هواپیما رو هدایت کرد و در فرودگاه به زمین نشون در دوره انور سادات مرحوم. و خب همونجا که فهمیدید شناگر قابلی بود، شناگر ماهری بود. تا اونجایی که من شنیدم حتی ایشون در پرش با اسب هم خیلی مهارت داشته، یعنی آدم یه جوان امروزی بوده خیلی. و و امتیازات دیگرم که شما شرط دادید، یکی در مورد عدم اعمال خشونت از سوی او، طرفدار خشونت نبوده، ولی شاید در منطقه خاورمیانه باید رهبرانی باشن که هم علاوه بر سیاست مداری یا بازی با سیاست بتونن با قهر و خشونت هم به عنوان حربه استفاده کنن. چون امروز هر چی رو ما میبینیم همینه دی، تقریبا تمام رهبران خاورمیانه یکی از حربه های اعمال قدرتشون به کارگیری قهره. آقای میبودی، پادشاه ایران شاید این اواخر روشنفکرها رو که بیشتر شناخته بود بیشتر به تمسخر میگرفت، ولی در شروع پادشاهی به افکار روشنفکری علاقمند بود. در زمانی که در سوئیس به سر میبرد مسائل و تحولات روشنفکری رو در عین سن کم دنبال میکرد. همزمان یک مرد مذهبی هم بود و تلفیق مذهب با روشنفکری شاید یکی از عوامل ایجاد تزلزل در افکار او بود که چطور میشه واقعا این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کرد. پادشاه ایران واقعا یک فرد مذهبی بود، یعنی به ظاهر مذهبی نبود، در باطن مذهبی بود واقعا. آقای واقعا اینطوره اصلا گفته میشه که قطعی در دوره‌ای که ایشون درس میخوند در سوئیس، در دوره نوجوانی نماز میخوند. پادشاه ایران به مکه رفته، اگر که این دوست همکار ما عکسایی را اگر بتونن فراهم بکنن میتونن نشون بدن که شاه در مراسم حج مشغول نماز خوندنه. البته این نماز خوندن در دوران بزرگسالی همیشه دنبال نشد، ولی باور مذهبی ادامه پیدا کرد. در کتاب ها دو بار شاه، یک بار نجات خودش وقتی از اسب زمین میفته به ابوالفضل نسبت میده، و یک بار در خاطرات خودش صحبت از دیدن امام زمان در خواب میکنه که مورد اول رو شاید پدر او یه مقدار به شوخی گرفت. ولی به هر حال ذهنیت این مرده، ایشون همیشه یک قرآن در جیب کوچکش داشت و اگر در جایی میرفت سفر میکرد در یک مورد فراموش کرده بود قرآن رو برداره، با اینکه همیشه بخشناس بود حتی به قیمت چند دقیقه تأخیر برمیگرده قرآن رو به جیب خودش میذاره و میره. و این نمیدونم اینو باید به عنوان نقطه شاخص گرفت یا نقطه ضعف، ولی به هر حال این چیزی است که پادشاه ایران بود به عقاید روشنفکری در حداقل دو دهه اول پادشاهی احترام میگذاشت. ولی روشنفکران واقعا اثر بدی در ذهن او گذاشتن و تدریجا پادشاه ایران از این نوع طرز تفکر جدا شد، دوری کرد و یک نوع حالت منفی نسبت به اونها، حالت توأم با مسخره نسبت به اونها پیدا کرد. تشکر میکنم. بنده به عنوان نسلی که در اون زمان زندگی میکرده خب شاهد یه دوره بودم، دوره دهه چهل که بارها دکتر نوریال ازش به عنوان دهه طلایی یاد میکنه، با پرویز ناظریان هم صحبت میکردم، اونم همینطور. واقعا دهه شکوفایی ادبیات در ایران، شعر، شخصیت های برجسته ای در این قلمرو ظهور کردن، هنوز هم هستن، آثارشون هم هست، آثارشون منتشر میشد. اغلبشون مخالف نظام پادشاهی بودن، اغلب مخالف خود محمد رضا شاه پهلوی بودن، ولی حقیقت داشتن و کار میکردن. کتابهاشون، آثارشون توی ویترین ها چیده شده بود. برای اولین بار در اون دهه کتاب اینقدر اهمیت پیدا کرد که ویترین براش درست کرد. در نتیجه روی جلد خیلی مهم شد، رنگ خیلی مهم شد، صحافی خیلی مهم شد، هنرهای جدیدی پدید آمد، سینما به اوج اقتدار رسید. ما جشنواره فیلم تهران رو داشتیم که جز جشنواره های درجه یک در دنیا بوده. چون بیدید جشنواره ها رو درجه بندی میکنن، جشنواره تهران جز جشنواره های درجه یک در حد اسکار یا کن یا ونیس. برمیگردیم با آقای دکتر تقی‌زاده عزیز هستیم، اطلاعاتی که میدن خیلی جالبه برای من و آدم. ولی اون چی که واقعا باز اهمیت داره که میخوام از دکتر از دکتر تقی‌زاده بپرسم اینه که در دوره محمد رضا شاه پهلوی ما در هیچ جا شاهد درگیری بین سنی و شیعه نبودیم. دست کم کشورهای منطقه خاورمیانه هوایش
اهل تشیع رو در کشور خودش مثل عربستان سعودی داشتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از حمایت پادشاه شیعه ایران برخوردار باشه. و بعد دیدیم که بعد از انقلاب چه روی داد، مسلمان مسلمان رو کشت، هنوز هم ماشین کشتار ادامه داره. 67 روزن گاردن برنامه رو پیل میگیره با آقای دکتر رضا تقی‌زاده هستیم. هست همیاران عزیزم والیبال رو هم اضافه بکنید که شاید بسیار علاقه من بود. تنیس رو در حد به اصطلاح چهره‌های درخشان در تنیس توپ میزده، فوق‌العاده است. فکر میکنم بهرامی هم موقع توپ جمع کن بوده در کلوب شاهنشاه. تصویرهای پادشاه ایران نگاه بکنید همیارانم، به ورزش علاقمنده. این والیبال، والیبال زمین خورده و این تنیسه یه اسکواچه، فکر کنم تنیس. اسکی روی آب که فوق‌العاده بوده کارش، هوانوردی بوده و هدایت هواپیماهای مختلف که علاقه داشت، چتر‌باز هم شنیدم بوده، اسب سوار ماهری بود، تنیس‌باز ماهری، اسکی‌باز ماهری بود و به کشتی علاقه داشت هم تا آقای دکتر تقی‌زاده فرمودن. اینم دوره تفر. این که بولینگ، فکر کنم بولینگ عبدو باشه، در بولینگ آقای شهبازی باید بگیم، مهندس شهبازی. اینم روی اسکی، روی اینم هدایت هواپیما از دوره نوجوانی، اسکی، اسکی. سه تصویرهای قشنگی سمیا، رقص با شهبانو. اینم پست هوایی ایران. نه نه آقای تقی‌زاده عزیز، خب آقای میبودی شما پرسش رو مطرح کردید که نه. اشاره کردن به اون جا داره، اینکه واقعا این اختلاف سنی و شیعه در زمان شاه بین کشورهای مسلمان وجود داشت یا وجود نداشت. ولی باید بگم که این اختلاف نه تنها در منطقه وجود نداشت، بلکه خمینی به عنوان یک عنصر غیر عادی در داخل ایران هم نیروی شده بود که تحمل اون رو حتی هم مذهبی های خودش یعنی اهل شیعه در بالاترین درجات هم دشوار می دیدن. قبلا شما شنیدید تازه ترین کتابی که در مورد پادشاه ایران و سالها یا ماهای پایانی دوران پادشاهی نوشته شده، کتابی است که نویسنده بود به اسم سقوط بهشت داده. من ترجمه این کتاب رو هفته پیش تمام کردم، چهارشنبه هفته پیش این کتاب تمام شد و شاید ظرف هفته ها یا یکی دو ماه آینده آماده بشه برای چاپ. در دو بخش متفاوت از این کتاب نویسنده مستند به دو رویداد اشاره میکنه. یکی از این رویدادها واقعی است که من درش حضور دارم، یعنی همراه شهبانو رفتیم به عراق. آقای صدام حسین همه کاره عراق، اسمن رئیس جمهور نیست ولی همه کاره عراق، قائم مقام رئیس جمهور، و قرار بر این است که گروه محدودی که همراه شهبانون هستند برن به نجف و ایشون با آیت الله خویی دیداری بکنن. مطلبی که از قول شهبانون نقل میشه این است که صدام حسین پیامی برای پادشاه ایران میفرسته و از همسر ایشون از شهبانو میخواد که این پیام رو به گوش پادشاه ایران برسونه. پیشنهاد این است که صدام حسین میگه که اگر که موافق هستید من قال قضیه رو خودم بکنم، یعنی اون نیت تحمیل همون سرنوشتی رو به خمینی داشته که در مورد حکیم و بقیه آدمهایی که در عراق توسط صدام از میون رفتن قصد کرده بود انجام بده. یعنی آماده بود، میدید که خمینی واقعا برای فردای نه تنها ایران، برای فردای منطقه یک مشکل بزرگ خواهد بود. پیغام میده صدام حسین که اگر موافق هستید من قال خمینی رو بکنم و با او باز توصیه میکنه و
این رو از ملکه ایران میخواد که به اطلاع شاه برسونه که اگر امروز واقعا در ایران 1000 نفر کشته بشن، جون خودشون از دست بدن، به مراتب بهتر از این است که در آینده نه چندان دور 1,000,000 نفر کشته بشن و جون خودشون از دست بدن. و این پیشگویی یا پیشبینی صدام واقعا درست در میاد. پادشاه ایران پرهیز میکنه حتی از کشتن 1 نفر، ولی میبینیم که بعد از او نزدیک به 1,000,000 نفر جون خودشون رو در دستوی جنگ از دست میدن و 10,000 نفر در جمهوری اسلامی به جوخه های اعدام سپرده میشن. اینها تاوانهای مقابله نکردن با خمینی بود که صدام آماده کشتن او بود. واقعی دیگری که به اون اشاره میشه و من این رو با منبعی که ازش نقل قول شده نفس به نفس با تماس تلفنی چک کردم تاییدیه گرفتم، این است که در یک سو البته پسر آیت الله شریعت مداری این قضیه رو نتونست تایید بکنه. البته در اون زمان به نظر من اون شاید خیلی جوان بود و کارهای دفتری آیت الله شریعت مداری رو داماد او انجام میداد، ولی طرف دیگری که ناقل پیام هست این موضوع رو تایید کرد. آقای شریعت مداری در همون ماهای منتهی به آمدن خمینی از آقای ثابتی میپرسه که ثابتی رئیس اداره سوم ساواک است و مسئول امنیت تهران، و از او میپرسه که شما چرا قال قضیه رو نمیکنید، چرا خمینی رو نمیکشید؟ و آقای ثابتی در پاسخ میگه که وظیفه اون مسئولیت ما آدم کشی نیست، اگر که شما فکر میکنید که این کار لازمه چرا خودتون این کار انجام میدید؟ حالا منهای این گفتگویی که بین شریعت مداری و آقای ثابتی پیش میاد، منهای محتوای پیامی که صدام حسین برای پادشاه ایران توسط ملکه میفرسته، اصل ماجرا این است که هم یک شیعه در داخل ایران و هم یک سنی خارج از ایران خمینی رو عامل فتنه میبینن. چطوره که از دو سوی یک تیف واحد مذهب یک نفر نزدیکتر به هر کس دیگری، ارشدترین مرجع داخل ایران مرجع شیعه و یک رهبر کشور همسایه سنی، میبینن که خمینی عامل فتنه است؟ واقعا این دوگانگی، دوگانگی بین تشیع و تسنن قبل از آمدن خمینی وجود نداشت. به این فتنه ای که بعداً با افراط‌گرایی اسلامی در منطقه شکل گرفت با آمدن خمینی شکل گرفت. با شماست. خاطر من مثلا در دوره صدام حسین خیلی رعایت حال شیعیان رو داشتن، مگر به یه شیعه مبادا که تعدی بشه و حکومت ایران براشفته بشه. شیعیان در اطراف کاظمین او کسب و کار زیاد، بسیار از تجار معروف بغداد، کاظمین، نجف، کبیرا همه شیعه بودن و یه وابستگی به ایران داشتن. در کشورهای خلیج فارس که خیلی رعایت حال شیعیان میشد. عربستان سعودی چقدر رعایت میکرد. توی فرودگاه ها دستور داشتن که خیلی شیعیان رو نوازش. حالا ببینید چی شده، چه وضعیتی خاورمیانه پیدا کرد. کشتن شیعه یا تکفیرش افتخار شد. با آقای تقی‌زاده شاه خجالتی بودی. من یه گفتگوی مفصل داشتم با شهبانو درباره همین دوران تبعید و چندین روز هم به درازا کشید. متوجه شدم شاه خیلی خجالتی بوده. درست حق با شماست. پادشاه ایران از جمع به نوعی فرار میکرد. سه‌شنبه شاید در دربار میهمانی بود، شام بود، میهمانی بود که با هم صحبت میکردن یا مثل هر میهمانی خونواده دیگری میرخصیدن، ولی شاه از این مجامع پرهیز میکرد. بیشتر در گفتگوی یک نفره دو نفره با کسانی که مورد اعتمادش بودن احساس راحتی داشت. تخت نرد رو بیشتر از رقصیدن در یک محفل و میهمانی خانوادگی دوست داشت و این رو به نوعی شاید نسبت میدن به دوران خردسالی شاه، به نوعی نسبت میدن به شخصیت قویتر پدر شاه یعنی رضا شاه. اینا عواملی است که من روانشناس نیستم به این ریشه یابی هم نمبادرت کردم، نه اون رو در خط خودم میبینم، ولی واقعیت این است که همونطور که شما میگید شاه بسیار بسیار آدم خجالتی بود و این حالت رو تا آخرین روزهای عمر حفظ کرد. یه نکته دیگه باز من متوجه شدم از
ویژگی های شخصی پادشاه ایران اینه که خیلی مأخوذ به حیا بوده. خیلی مثلا وقتی دیگه در ایالات متحده آمریکا بی حرمتی به او به اوج میرسه، یعنی اون رو هدایت میکنن به یک پادگان نظامی، میبرنشون توی اتاقی که معمول به سربازها بوده، در اونجا اون رو اسکان میدن و افراد هیچی نمیگفته، فقط نگاه میکرد و یه حیای ذاتی داشته. میخوام ببینم درسته با شناختی که شخصا شما داری؟ کاملا درسته. واقعی که شما بهش یاد میکنید پروازی است که پادشاه ایران به آمریکا داره، در یک فرودگاه نظامی به زمین مینشینن، اونها رو در یک جایی که بیشتر شبیه بازداشتگاه سربازها هست نگه میدارن تا قبل از انتقال به خارج از محوطه، ولی در این مورد شاه کمترین اعتراضی نمیکنه و در سکوت این ایام و ساعت‌ها رو میگذرونه، در حالی که ساعت‌های بسیار بسیار دشواری بودن. جالب، خیلی خیلی. و یکی از شخصیت‌هایی که میگن متوجه شده بود که ماندن پادشاه در آمریکای لاتین داره به مراحل خطرناکش نزدیک میشه و مطمئن بود که قراره کلک شاه رو بکنن یا حتی شاه رو تحویل بدن، جمهوری اسلامی پاره کرده بود توی یک کفش شاه رو تحویل بده، هوادارانی هم در اینجا داشت که این کار رو انجام بدن، حتی قدساده خیلی اظهار خوشحالی میکرده و مطمئن بوده که این اتفاق خواهد افتاد و این انور ساداتی که درسته به برادر خودش هشدار میده، ازش میخواد هر چه زودتر بیاد به مصر و اونم این کار میکنه و میگن این هواپیما رو هم خود پادشاه هدایت کرده بوده، یه جاهایی هم موتور رو خاموش میکنه که مبادا سوخت کم بیارن، اونجایی که باز من شنیدم. ببینیم چیه. آقای دکتر تقی‌زاده، جایگاه انور سادات در تاریخ ایران، چون انور سادات دیگه فقط مطلب مردم مصر نیست، یک وابستگی های پیوند های عجیبی با تاریخ ایران پیدا کرده. هنوز دوستی که بین خانواده سلطنتی و خانواده سادات وجود داشت وجود داره، هنوز شهبانوی ایران خانم سادات رو هر بار که به مصر میره دیدار میکنه و دیدارهای خارج از مصر هم دارن. فکر میکنم در اون ایام پادشاه ایران تنها به سادات اطمینان میکرد و به هر حال مصری ها برای پادشاه ایران سنگ تمام گذاشتن. مقبره ایران در مسجد رفاعی جای مناسبی است، کنار پادشاهان اونجاست. انور سادات برای پادشاه ایران مراسم تدفین در حد اندازه شأن یک پادشاه رو برگزار کرد و شخصا بر اون نماز گذاشت و سلام داد. آدم های مثل نیکسون رو دعوت کرد و در مراسم حضور داشتند. در حقیقت اون چی که سادات در حق شاه کرد، شاید انتظار می رفت که دوستان دیگری هم که شاه فکر می کرد نزد پادشاهان کشورهای عربی داره در اون حد حق دوستی رو به جا بیارن، ولی بودن کسانی نظیر ملک حسین که واقعا در هیچ کدام از انتظاراتی که از اونها میرفت در قواره لازم ظاهر نشدن، ولی سادات مردانه ایستاد و دوستی که با شاه داشت دوستی خالصانه ای بود، برخلاف حسن پادشاه مراکش مصالح محدود روز خودش رو موکول به سیاست روز نکرد، برخوردی رو که میتونست با شاه بده تحت تاثیر این مصالح قرار نداد و همچنان تا آخرین روز به عنوان رفیق باقی بود. اولین مقصد شاه شد بعد از خروج از ایران در راه رفتن به آمریکا و پادشاه ایران به هر حال آخرین مقصد خودش رو هم در قاهره جست و اونجا بود که دارفانی رو ودا گفت و هنوز هم در اون کشور باقی است. حق با شماست. سادات در بخشی از تاریخ معاصر ایران جای بسیار مشخصی رو به خودش اختصاص داده. پس فردا یعنی 5 مرداد سادات بانی افراطگرایی مذهبی شد. 5 مرداد پس فردا خلبان‌های ایرانی همه راهی مصر شدن و اون مراسمی که برگزار شد در محل اقامت خمینی و هوا نیروز که گویا شماری از اونها هم لباس های هوا نیروز رو بر تن داشتند و اون عکس رو گرفتن، خیلی اثر داشته در دل سرد کردن نظامی ها در ایران در دوره خمینی، در قاهره همون
همون کار رو خواهند که به طور دست جمعی ادای احترام میکنند به پادشاه فقید ایران. این یکی. گروهی هم از لس‌آنجلس از شهرهای دیگر آمریکا به همراهی آقای شهرام همایون به مصر رفتن که پس فردا قطعا در محل آرامگاه خواهند بود. و خیلی هم از افراد خاندان آخرین باری که من در اونجا بودم من بودم آقای روشنزاده زکریا هاشمی فیلمساز روشنزاده که چهره درخشان ورزشی ما و اصلا فکر نمی کردیم میریم به اونجا کسی باشه. پنج مرداد بود رفتیم یه گل فروشی گل خریدیم اینها با و گلاشون هم خیلی محدوده در مصر. آقای چی هم بود؟ فتح‌الله منوچهری. فتح‌الله منوچهری هم بود که فرود فولادوند او اصلا در مصر ساکن بود. او ما را هدایت کرده بود به اونجا رفتیم اونجا نشسته بودیم و یک بار تمام افراد خاندان سلطنت هم وارد شد. بستگان پادشاه دو دخترش اردشیر زاهدی اردشیر خان زاهدی بودن آقای کامبیز آتابای بود شهبانو شاهدخت اشرف پهلوی بودن و یه تعداد دیگری با هم وارد مسجد شدند و مراسم برگزار شد. ناگهان چی وارد شد؟ ناگهان خواهر فاروق یک زن سال خورده با موهای سفید یه روزی روزگاری همسر یعنی فوزیه همسر پادشاه ایران بوده آمده بود به دیدار قبر برادرش و این خاندان ریختند و بردن پرو خودشون رو خیلی خیلی نوازش کردند و میدونم خیلی رابطهش با کی خوب بود با بالا حضرت اشرف و اینا هم رفتن به سر قبر فاروق که در کنار قبر پادشاه ایران در مسجد رفاعی. از بازارچه آگهی عبور میکنیم برگم گردیم با آقای دکتر رضا تقی‌زاده هستیم. از این نصف برنامه دکتر اختیار شماست. فقط تمنا میکنم کوتاه مفید و مختصر حرفایی بزنید که به درد همگی بخوره. پرسشی از من دارید بذارید روزهای دیگه حضور آقای تقی‌زاده مختنن برمیگردیم با شما خواهیم. خب گفتن فریز کرده آگهی ها همین برنامه رو پی میگیریم با شما هستیم. یکی سارا خانم ایرانی میگه که از مشخصات ویژه پادشاه ایرانی بود که بسیار پرکار بود به محیط زیست بسیار علاقمند بود. میزان ریزش باران در نقاط مختلف ایران براش از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. صبح خیلی زود میرفت سر کار اولین تماسش هم با شهرستان ها بوده. من به خاطر از به آقای پیروز زنگ زده بود و میپرسید که آیا در فارس باران آمده یا نه. وقتی بهش میگفتن باران آمده ذوق میکرده خیلی براش اهمیت داشته محیط زیست. آقای دکتر تقی‌زاده چه ساعتی شو میرفت سر کار؟ ساعت 7 صبح طبق گزارششون از خواب بیدار میشد و صبحانه رو با خواندن روزنامه های آمریکایی، انگلیسی و روزنامه های صبح ایران سر میکرد. به این علت واقعا پادشاه ایران در جریان تمام تحولات روز دنیا بود و یک عادت غیر قابل تغییر هم ایشون داشت که ساعت 2 بعد از ظهر بایستی به اخبار رادیو گوش میدادن تا بفهمن که شهرستان ها چه خبری شده و حق با سارا بانوست. یکی از بهترین عوامل خوشحالیشون این بود که به شهرستان ها و استان ها زنگ بزنن و بپرسن که آیا اون روز بارون آمده یا خیر و اگر روزی در جایی در نقطه ای از ایران باران می آمد برایشون اون روز روز آفتابی و گرم خوب بود. جالبه. یکی از اقداماتی که در اون زمان صورت گرفت که هیئت ها میمدن در خارج نخبگان رو انتخاب میکردن تحصیل کردگان ایرانی اینا رو دعوت میکردن به ایران برای کار. یعنی هر کس وارد ایران میشد بلافاصله براش کار بود. من روزی که وارد ایران شدم برام کار وجود داشت چون از همینجا قرارمداراش گذاشته بودم. یعنی بودم به سراغم سفارت ایران ماموری داشت که کار انجام میداد. گاه هیئت ها میمدن به آلمان در فرانسه در انگلیس در ایالات متحده آمریکا. همسر من مثلا استخدام شده وزارت آموزش پرورش از اینجا استخدامش کردن و بردنش به ایران و فکر کنید در این دور یعنی سعی میکردن مغزهایی که خودشون فرستادن به خارج اینا بعد از درس براشون کار باشه. پارتی بازی هم اصلا وجود داشت نمیگم من داشت ولی در بعضی از اداره مثلا رادیو تلویزیون ابدا
یه نفر من یادم هست که آقای حمیدا معرفی کرد به آقای قطبی، قطبی دستور داد که اصلا اینو بذاری کنار به خاطر اینکه معرفیش کرده بودن، مثل بقیه باید بره امتحان بده، مدارک شما نگاه کنه بعد استخدامش بکنی. نیست آقای تغییرزاده تو بعضی از ادارات خیلی سختگیری میکردن، یعنی سعی میکردن که پارتی بازی نمیشن، چه برخی ادارات سنتی بود که کماکان همون اگر کسی رو واقعا میتونست سیستم و نظام جذب بکنه واقعا تفاوت زیادی وجود نداشت. من یک مثال خیلی خصوصی بزنم، من کمتر از خودم صحبت میکنم یا کمتر به خودم اشاره میکنم، ولی این یه مورد رو باید اعتراف بکنم. دوست کنونی من کامیز آتابای پدرش درباری است که در دربار رضا شاه کار میکنه، خود او به عنوان یک درباری زاده به دربار میره، هنوز هم به عنوان یک دستیار و همکار نزدیک شهبانو کنار اوست. منصبی که کامبیز آتابای داره، منهای نقشی که در ورزش ایران داشت، نقشی که در فوتبال آسیا داشت و غیره، مدیر کل وزارت درباره. وزارت دربار 4 واحد داره، یکی از اونها دفتر مخصوص پادشاه ایرانه، یکی از اونها دفتر مخصوص شهبانو ایرانه. من هم عنوان مدیر کلی داشتم در ریاست هوشنگ نهاوندی و در ریاست سید حسین نصر. چطور ممکنه یه آدم ساده‌ای که پدر او یه آدم ساده بازاری است و کمترین ارتباطی با دستگاه و دربار نداشته و نداره، در یک موقعیت خاص تاریخی همون منصبی رو داره که یک درباری زاده اصیل وابسته به اون خانواده داره؟ این نشون میده که واقعا اگر کسی میتونست کاری انجام بده، مانعی در راه رسیدن به مقام شغلی براش وجود نداشت. اون چی که امروز حالا به عنوان شایسته سالاری جمهوری اسلامی مدعیش هست و هرگز به اون دست پیدا نکرده، مملکت ایران در اختیار چند هزار نفر آخوندها و دستیاران و اقوام اونها گذاشته، به قول معروف آقازاده ها، واقعا در دوران پیش از انقلاب این فرصت در اختیار همه کس قرار داشت. درسته، بعدم یه وقتی رفتم مدرسه تصویرگری در آلمان، این اواسط کار بود، یه هیئتی آمد، بسیاری از بچه‌هایی که فارغ التحصیل شدن تو اونجا اینا رو همه رو استخدام بردن به ایران. آقای علی هجرت اسمشون، یکی یکی یادم، سهراب دانشمندی، آقای یزدی، اینا کسانی بودن که بنیانگذار تلویزیون نو شدن، تلویزیون که آقای قطبی اداره میکرد. اینا بچه‌ها رو دونه، آقای دهلوی، اینا رو دونه دونه استخدام میکردن و برمیگردونن به ایران. و همین اتفاق در بقیه کشورها هم افتاد، آمریکا به ویژه، دانشگاه به دانشگاه، دانشگاه به دانشگاه. نمیدونم، یه دوره فوق‌العاده‌ای بود و بعدم تحصیلات تو ایران هزینه ای نداشت. وقتی آقای دکتر شیوی، آقای دکتر جلال متینی اسفرسان، آقای دکتر جلال متینی از کلاس اول ابتدایی تا دوره درجه دکترا گرفتی در رشته ادبیات فارسی، که خیلی دوره سختی بود، استادان برجسته اون بالا نشسته بودن که باید تایید میکردن تز شما رو، دانشنامه برای چند دادی؟ جمع زد همه رو شد 400 تومانی از کلاس اول ابتدایی تا دوره دکترا، همه ازشون هم این بود. آقا شما چند دادید آقای دکتر تغییرزاده بابت تحصیلات تا تا گرفتن درجه دکترا؟ والا من دکترامو در بریتانیا گرفتم، من به حساب جمهوری اسلامی ایران نمیتونم بگذارم، ولی بقیه تحصیلات مجانی بود. همه مجانی. پولی دادی جایی؟ من دوره دبستان رو به یک مدرسه ملی میرفتم که مدرسه بدی هم نبود، در خیابون منیریه، ولی یادم نیست که پدرم چقدر بابت شهریه میداد، شاید مثلا 10 تومان در ماه یا شاید کمتر از دفتر میداد. مال ما که داوطلبانه بود، ما میرفتیم مدرسه ابن سینا، داوطلبانه بود، چه سرش میخواست کمک میکرد، چه سرش هم نمیکرد، معمولا آدم اتوماتیک کمک میکرد. ولی جالب این بود که این مدرسه اکثریتش با یهودی ها بود، باهایی ها، مسیحی ها، ما هم بودیم، یعنی قرقاتی همه هم رفیق بودیم، یعنی بیژگی. و جالبه که آقای شرقی که مدیر این مدرسه بود خودش یک مذهبی معتقد بود، ولی رعایت حال
مثلا بچه های یهودی رو داشت خیلی زیاد، دائما خانواده هاشون رو میخواست، راجع به وضعیت درسی اونها به اونها اطلاع میداد و خیلی کارش خیلی آموزنده بود برای همه ما که در اون مدرسه درس میخوندیم دوره نوجوانی. درود بر شما، بفرمایید. آقای مهبودی جونم بفرمایید، در خدمتتونی. آقای مهبودی من میخواستم خاطره‌ای برای شما گفته باشم. بفرمایید. هرچه باشه چند سال سنم از شما و آقای دکتر فقیرزاده سیاه‌تره. من سوگند به ایران میخورم. من شاگرد محصل میدل اسکول بودم. بله. شما نمیدونید این حزب توده نشریات بسیار زیادی داشت، از جمله چلنگر رو داشت. بله. این روزنامه چلنگر یک کاریکاتور بسیار بسیار مستعجنی از پادشاه ایران کشیده بود و یک کارگر داشت از تیر برق بالا میرفت و تنبون پادشاه را پایین آورده بود، این خط شعر هم زیرش نوشته شده بود: تک رفته توی تنبونم، آی اونم آی اونم. مگر شما خیال میکنی این نشریات اگر حتی در آمریکا یک چنین توهینی به رئیس جمهور بشه، فوری اون صاحب اون روزنامه را 2 سال زندانی میکنن؟ یک روز بازداشت نکردن اینها را. یکی از دموکرات ترین رهبران جهان بود، تو چند تا از نخست وزیراش رو کشتن، چقدر توهین بهش میکردن، هیچ وقت در مقام دیکتاتوری عمل نمیکرد. ما ملت ایران باور کنید ما مردمی بسیار بسیار حق ناشناس هست. سپاسگزارم از وقت. ممنون، لطف کردی. حرفی دارید آقای دکتر فقیرزاده؟ به خود ایشون هم سوء قصد شد دیگه، آقای تقی‌زاده نیست، به خود پادشاه. بله، به خود بله، در کاخ مرمر. بله، و قبل از اون یکی کاخ مرمر که دانشگاه توسط یکی از اعضای حزب توده دو بار به ایشون سوء قصد شد، ولی همه رو بخشید. آقای لاشایی رو بخشید، آقای نیکخواه رو بخشید. درود بر شما، بفرمایید. درود به شما و برمان. درود به جناب تقی‌زاده. من خواستم سوال کنم که با این تحریم سپاه یا به یک کار جدی شروع شده برای سرنگونی رژیم، و آیا کسی به جز شاهزاده شانس اینو داره که برگرده به ایران و حکومت کنه؟ تشکر میکنم آقای دکتر تقی‌زاده. به نظرم موضوع مهمیست، موضوع تحریم سپاه پاسداران علاوه بر سپاه قدس، کل سپاه پاسداران مقصر دانسته شد در توسعه و گسترش تروریسم و حمایت از ترور، موشک‌های بالستیک، و جالبه که این بار حقوق بشر هم لحاظ شده. آقای تقی‌زاده بفرمایید. درسته، اون چی که دیروز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید تنها یک تفاوت اصلی کرد با لایحه‌ای که قبلا در سنای آمریکا با 97 رأی به تصویب رسیده بود، و در اون لایحه که تحریم‌های تازه‌ای رو به علت حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، انجام دادن آزمایش‌های موشکی و نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده بود، سپاه پاسداران رو هم به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح کرده بودن. اون تفاوتی که در لایحه تازه مجلس نمایندگان دیروز کرد فقط اضافه شدن اسم کره شمالی و روسیه به لیست تحریم هاست. اگر که مشخصا همه اجزای لایحه قبلی که در سنا به تصویب رسیده بود در مجلس نمایندگان به تصویب برسه، بحث داخل کردن سپاه پاسداران در شمول تحریم ها یک بحث جدی است. البته ما شاهد بودیم روز دوشنبه، قبل از یک روز قبل از طرح لایحه و تصویب اون، جمهوری اسلامی شاهد یک صحنه سازش تازه است. حسن روحانی با فرماندهان ارشد سپاه، من جمله فرمانده کل جعفری و نفری که کنار دست اون نشسته قاسم سلیمانی، ملاقات میکنه، و اونچه که منتشر میشه از نتیجه این ملاقات خیلی روشن نیست.
تنها یک عکس تبلیغاتی ازش منتشر میشه، ولی به نظر میرسه که این جلسه ایست که باید دو گروه یا دو جناح حکومت به سازش با هم برسن و باید انتظار داشته باشیم تا یه روزهای آینده این آقای روحانی و دولت او باشه که در دامن سپاه قرار میگیره و از اقدامات و عملیات اونها حمایت میکنه و طبیعتاً امکانات و امتیازاتی رو در اختیار سپاه قرار میده که پیشتر آقای احمدی نژاد قرار داده بود. باید انتظار داشت با رفتن سپاه زیر تحریم‌های تازه، حالا اتحادی که شاید دولت آمریکا، دولت آقای ترامپ از شکل گرفتنش خوشحال بود، برای اینکه دست دولت به ظاهر خندان آقای روحانی رو رو میکنه شکل میگیره، یعنی طبیعت خودش رو دولت روحانی نشون میده و با پشتیبانی از سپاه و با پشتیبانی از مجموعه حاکمیت حرفا و اقداماتی رو صورت میده که تا به حال از زبان فرماندهان سپاه شنیده میشد. این یک تحول سیاسی بسیار بسیار با اهمیت و باید انتظار داشته باشیم 17 اکتبر آینده که وقت تمدید لغو تحریم ها هست، آیا آقای ترامپ به لغو 3 تحریم ها دوباره تن خواهد داد و یا حتی نارضایتی نسبی اروپا رو هم به تن میخره و از امضای لایحه لغو تحریم ها خودداری میکنه. اونچه که دیروز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصمیم رسید همسویی قانونگذاران با رئیس جمهور آمریکاست و یک تحول سیاسی بسیار بسیار با اهمیت در زندگی فرد مردم ایران میتونه اثر بگذاره و همینطور در مورد تعیین تکلیف و آینده جمهوری اسلامی. در واقع باطل السحر اون نسخه‌ای که لابی ها میدادن اینجا و دائما هم هشدار میدادن هم به دستگاه قانونگذاری هم به کاخ سفید که آقا شما اگر فشار بیارید روی دولت ما یا اگر تحریم رو افزایش بدید اصولگرایان و اصلاح طلب ها یکی میشن و در ایران خب اینا این جست رو گرفتن در واقع به دولت آمریکا هشدار بدن اگه تحریم رو افزایش بدید ما دیگه هر دو یک بار ناچاری میریم زیر بار گروه تندرو در ایران. به هر حال میریم روی خط شما رو آخرین تلفن، خواهش میکنم کوتاه مفید مختصر بفرمایید. من فقط آقای بهبودی بفرم میخواستم چیز دیگه بگم ولی بسنده میکنم به شما که یه آدم با تجربه و خیلی قدیمی هستین، نمیدونین شما چه اعصابی خورد میکنین موقع میگین ما یه از آگهی ها برمیم بعد برنامه در اختیار شما و بعد مردم ببینید چقدر سعی میشه تا بگیری و موقع گرفته میشه بعد هم بایشونه منم باید ازشون اصفایی کنم به سم خودم شما نمیدین چون با آقای تغییرزاده سوال بود. البته سوال هایی که شما از آقای تغییرزاده میکنید بسیار عالی به اطلاعات ما اضافه بود، ولی پس نگیم اقلا بعد از آگهی که برمیگردیم چون خیلی مشکل گرفتن شما باور کنید. چه پیش میاد دیگه حرف تو حرف. خب آقای تغییرزاده یک دقیقه وقت داریم من مال شما بگم. من هم از جانب خودم از ایشون عذرخواهی میکنم و همینطور از بینندگان برای اینکه واقعا شما وعده دادید و این وعده فراموش شد که بخش دوم برنامه متعلق به بینندگانه. من هم منتظر بودم که این فرصت به اونها بدید ولی به هر حال این اتفاق نیفتاد، ببخشید. خب توضیحات شما یک کمی لازم و گسترده بود دیگه، کاری نمیشد کرد. تشکر میکنم داشت تقیی زده. هفته آینده وقتی بیشتری میدیم موافقی؟ اصلا از با شروع برنامه با شما شروع میکنیم خوبه؟ آیتن زده موافقی رفته آینده باید یادداشت بکنید یا با آقای شورتی بگید یادآوری کنه به شما. نه خود شما به یاد من بیارید موافقی؟ بسیار خوب. تشکر میکنم امیانانم تا برنامه آینده و دیدار مجدد با آقای دکتر رضا تقی‌زاده سایه دوست ارجمند ما بلند بالا.